ورود وزیران نفت و انرژی به سمینار بین‌المللی اوپک در وین. این شروع یک ماراتون 4 روزه برای توافق بر سر سطح تولید است. در 2 روز اول رؤسای شرکت‌های نفتی از بی پی گرفته تا توتال فرانسه هم حضور دارند. کسی که حالا سوال درباره ایران برایش خوشایند نیست. سمینار بین‌المللی اوپک قرار بود جشن موفقیت همکاری 18 ماهه 24 کشور اوپک و غیر اوپک برای کنترل سطح تولید باشد. در عوض زیر سایه سیاست قرار گرفته. در واقع مسئولیت جهش فعلی قیمت‌ها در بازار نفت متوجه شخص رئیس جمهور آمریکاست. نمی شود هم خدا را داشت هم خرما را. نمی شود تحریم‌های جهانی را علیه ایران و ونزوئلا، دو بنیانگذار اصلی اوپک و تولید کننده بزرگ نفت، اعمال کرد و انتظار داشت که بازار نفت واکنش منفی نشان ندهد. دلیل اصلی جهش فعلی قیمت نفت عدم تعادل بین عرضه و تقاضا نیست، بلکه برعکس تنش سیاسی است که دولت آمریکا ایجاد کرده و ثبات بازار نفت را به هم ریخته و موجب نگرانی مصرف کننده و افزایش قیمت ها شده. ایران نگران تحریم و کاهش تولید نفتش و در عوض جایگزینی آن با نفت عربستان و روسیه است، چیزی که می تواند اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کند. حتماً این تحریم ها در وضعیت اقتصادی کشور ما بی تأثیر نیست. ما در دو دولت در دو دوره گذشته باز مواجه شدیم با این تحریم ها در دولت هشتم و نهم. لذا ما با استفاده از اون تجارب گذشته باید اون تجارب رو به عنوان یک مشعلی فراروی مسئولین و سیاست گذاران در نظر بگیریم و با استفاده از اون تجارب باز از این برصد مرحله گذار عبور بکنیم. گذار از تحریم ها برای ایران نه در دوره قبل کار آسونی بود و نه در این دوره. آینده حضور شرکتی مثل اینی ایتالیا در ایران در حاله ای از ابهام قرار داره و در غیاب شرکت های غربی ایران باید رو شرکت های روسی حساب کنه. اما حتی شرکت لوک اویل روسیه هم گفته شاید مجبور شه به خاطر تحریم ها بازار ایران رو ترک کنه. ولی برای اوپک فعلا اولویت حفظ اتحاد کم سابقه ای است که توانسته قیمت نفت را تقریبا 2 برابر کند. حالا اما شکاف عمیقی در آن به وجود آمده. ولی دبیر کل اوپک به بی بی سی فارسی گفت وجود اختلاف را قبول ندارد. این حرفا تصوراتی است که ناظران بیرونی دارند، کسانی که لزوماً پیچیدگی‌ها و تحولات داخل اوپک را درک نمی‌کنند. اما من می‌توانم با اطمینان به شما بگویم که تمام کشورهای عضو اوپک متعهد به همکاری با یکدیگر و با تولید کنندگان بیرون از اوپک هستند. آنها تمام تلاششان را برای نهادینه کردن بلند مدت پیمان همکاری بین اعضای اوپک و تولید کنندگان غیر اوپکی به کار خواهند بست. در نتیجه موضوع اختلافات بین اعضا بی اساس است. بازیگران بزرگ بازار نفت 3 روز دیگر فرصت دارند تا با نزدیک کردن نظراتشان جلوی غرق شدن کشتی توافق تسبیل تولید را بگیرند. امیر پایور، بی‌بی‌سی.